زوزه های بیپایان رژیم آخوندی در تله اتمی به خاطر افشاگری مقاومت ایران درباره مخفیکاری اتمی همزمان با مذاکرات ژنو روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی گروه مجاهدین چند روز پیش به ادعای خود به افشای چند مرکز مخفی هسته‌ای پرداخت و مدعی شد که نظام در حال انجام جابجایی برخی از تأسیسات هسته‌ای خود به مکانهای امن می باشد. گفتنی است بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی این گروه دست به بمبگذاری و ترور شخصیتهای برجسته زد و در حین جنگ تحمیلی نیز ضمن سکنا گزیدن در اردوگاه اشرف واقع در خاک عراق مستقیما به مبارزه مسلحانه اقدام کرده عملیات موسوم به فروغ جاویدان در خرداد ماه 1367 بر ما تحمیل شد. گروه مجاهدین توسط وزارت امور خارجی آمریکا از لیست خارج شد. پیش از آن اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست گروه های تروریستیش خارج کرد. اروپا و آمریکا در حالی مبادرت به خارج کردن این گروه از لیست گروه های تروریستی کردند که ادعی ای این اقدام را بی اعتباری ادعای مبارزه با تروریسم از سوی رهبران اروپا و آمریکا می دانند و نسبت به عواقب منفی آن هشدار می دهند ادعاهای واهی و باطل مجاهدین به خصوص در موضوع هسته ایران نشان از سود و منفعت طلبی آنها در به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته دارد. به باور برخی از ناظران هدف مجاهدین و رژیم صهیونیستی از ادعای افشاسازی اماکن مخفی چیزی جز به دست آوردن حق قانونی تفتیش و کسب اطلاعات از وضعیت تسلیحات و موشکهای دفاعی نظام با هدف اقدامهای تخریبی نیست. نظام، بارها برنامه هستهای خود را بر طبق زوابط و در چارچوب معاهدههای های بین المللی اعلام کرده که هدف از پیش برده این برنامه کمک به صنعت و خدمات پزشکی عنوان شده است. مقاله روزنامه حکومتی ابتکار سی آبان 92 شورای ملی مقاومت همچون گذشته بر تبل افشاگری های مهم خود میکوبند و با نزدیک شدن به مقامات دول اروپایی و آمریکا به ویژه فرانسه در جهت عدم توافق هستهی با دول قدرتمند جهان تلاش میکند اما تیم دیپلماسی نظام نشان داده که ضمن داشتن این اطاف پایبندی محکمی به حفظ منافع نظام دارد و از آن سو درایت لازم نیز به خرج خواهد داد تا موفق گردد ما را از بند تحریم ها رها سازد. ارگان دبیر مسلحت نظام 29 آبان 92 در حالی که مذاکرات تا دقایقی دیگر در ژنو آغاز می شود، به دلیل نگرانی از اقدامات مجاهدین، تدابیر شدید امنیتی در محل مذاکرات شکل گرفته است. جفسازی های روزهای اخیر مجاهدین تأثیری در نتایج مذاکرات نخواهد داشت و این در حالی است که در دور قبل این مذاکرات هم افراد این گروه در نزدیکی محل مذاکرات اردو زده بودند افزونه بر این سخنان امروز رهبر توسط تیم مذاکره کننده تجزیه و تحلیل شده است